بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. کم کم داریم با کرونا عادت میکنیم و هم اون سر به سر ما نمیذاره، هم ما میگن بشر اگه میخ بزنی تو سرش هفته اول ناراحته، یعنی از روز اول داد و گریه و زاری، روز دوم سوم هفته که رسید یادش میره اصلا میخی در سرش هست. بنویسید برای ما اگه روی فیسبوک هستید که تصویر و صدا چگونه است. امروز ما برای فیسبوک کلن یک میکروفون جدید C910 جدیداش گرونتر گذاشتیم اونجا و شما رو از یوتیوب و از تلویزیون مردم و وبسایت مردم تیوی جدا کردیم. اگر سعید هم باشه و کنترل کنه اون صفحه مردم تیوی و اینا بهمون بگید ممنون میشم. ضمناً باز ما هفته قبل یه مشکلی داشتیم در صدا که 22 دقیقه اول برای هر دلیلی، شاید بعض وقتا از تعداد زیاد میکروفون ها اینا با هم دعواشون میشه، مثل یه کسی که چند تا زن داشته باشه، درسته که فکر میکنه چند تا زن داشتن خوبه، ولی وقتی اونا همه با هم دعوا میکنن یا اونا همه با هم یکی شدن بر علیه تو چه کار میکنی؟ ممنونم از آقای مانی خورسندی که همیشه یار و همراه و همگام ما بودن و لطف میکنن برنامه ها رو با دوستانشون شیر میکنن. من به شما پیشنهاد که چرس کنم، درخواست، خواهش میکنم که شما هم این کار رو انجام بدید. حتی اگه میگین آقا من که 4 نفر بیشتر دوست ندارم، یه وقت میبینید یکی از اون 4 نفر جزوی گروه 10,000 نفره 20,000 نفره است و اون هم همین کار رو انجام میده. ممنون و متشکرم. میگن که sound and picture good in Facebook and Twitch، خوبه ولی یکی یکی. متوجه نمیشم خوبه ولی یکی یکی یعنی چی. خب آقای مانی خورسندی هم هر وقت دوست داشت اگر قبلا به من بگن خوشحال میشیم در برنامه ها باشن. امروز متاسفانه با آقای امیر حسین لادن نیستیم چون پانونن توی آمریکا. امروز اول تابستون است، نه امروز، این ویکند یه شنبه اول تابستون حساب میشه که اینا همه چیشون غلط و قلوط. اون از پیغمبرشون تو صحرای نمیدونم برهوت دنیا اومده، میان با درخت کاج و تاریخ جون و جولای دنیا اومده، میگن کریسمس، همه چی قاطیه و هر کسی تونسته دروغ بزرگتر بگه حرف اون قبول شده و کار میکنه. در صورت اول تابستون که باید آخر خرداد و اول تیر باشه، اینجا امروز دوم ماه خرداد هست، اینجا فرد پس فردا یه شنبه میگن اول تابستون و استخرها رو باز میکنن، مردم دریا میرن و اینها، که امسال بیشتر استخرها بسته است. حالا ببینیم شهرهای دیگه چی میگن. در صورت خیلی ممنون خانم الهه دانشزاده، اون هم چه اسم زیبا و قشنگی. ما یه دوست و همکلاسی هم داشتیم به نام خانم الهه، حتی به دخترم پیشنهاد کردم اسم نوه‌مونو بذارن الهه، گفت بابا اینا درست نمیگن، و یکی بهش میگه الی، یکی میگه ایلا، اینجوری میگن. گفت بذارم اسمای به اصطلاح خارجی بذاریم که اینا آسونشون باشه. گفتیم بعد درست. خوشحالم بیننده ما هستید. از آقای سم عزیز سعید تشکر میکنم، از آقای سلیمانی تشکر میکنم. و اما امروز ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، 12 ظهر به وقت کالیفرنیا، 9 بعد از ظهر به وقت پاریس با آقای جهان شادانلو هستیم، جهانگیر شادانلو، تا در مورد این مواردی که دوباره راه افتاده، هر از مدتی این نفوذی میگن، خروجی میگن، نمیدونم چیه، یه عده از ایران میان این ور اون ور و بیشتر هم از ترکیه شروع میشه، نمیدونم چیه، مثل که با ماشین هم میتونن رانندگی کنن از تهران برن ترکیه، اونجا برای خودشون لابد لیره و اینا نزدیکتره به پول ایرانی تا دلار 17,000 خورده تومن. حتی دیروز من شنیدم 20,000 تومن که امروز آقای پتیک نبره، ولی من نشتو نه 17,200 تومن خیلیه، 17,200 تومن. در صورت در مورد این گنگ و گنگستر بازی و باند و باند بازی و اینها، و متاسفانه این وسط
بیچاره پناهجویان و پناهنده ها هستن که در دام اینها میفتن. اون ماجرای بزرگی که بود در آمد نیوز و بعد زم و الان خبری اش نیست و اینها، این کرونا که آمد یه سری خبرها رو زد داغون کرد و تمام خبرها فعلا متمرکز شده روی کرونا. چه کار کنیم چه کار نکنیم، نمیدونم دوا چیه، واکسن داره چی میاد و اینها و بمانه. و اما ترامپ گفت من ماسک نمیزنم، به شأن من چی میشه، توهین میشه. مجبور شد که ماسک بزنه، ولی این فرد اینقدر نادان و احمقه، میگه من ماسک میزنم ولی نمیخوام کسی منو ببینه. خب برو شب که خوابیدی ماسک بزن. و امروز ماسک زده یا دیروز بوده، یه جایی بوده دیروز فکر کنم، در هر صورت من اخبار رو سعی میکنم تا اونجایی که میتونم دنبال نکنم، ولی بازم اونا دنبالت میکنه. ماسک زده توی کارخونه فورد، اونجایی که یه قسمتی رو اینا میتونن عوض کنن، خط تولیدشون رو، و قالب هایی میسازن که این دستگاه هایی که برای تنفس هست و کمک میکنه به اونهایی که کرونا میگیرن یا کووید 19 میگیرن، دارن اونها رو تولید میکنن. این رفته بازدید اونجا، گفتن که اینجا باید همه بزنن و یک چیزی هم ماسکی هم درست کردن با آرم همون به اصطلاح دفتر سلطنتیشون و اونو زد و چند دقیقه برداشت، ولی همونجا عکس به اصطلاح چی میگن وقتی نشت کرد اومد بیرون، لیک شد هرچی و دیدن. آهان آقای مانی خورسندی میگه شما راجع به 4 تا زن صحبت کردی، خوبه ولی یکی یکی همش. این مانی بلاست واقعا. خب چند روز پیش با آقای کاظم داودیان، میدونید من وقتی که اینجوری دیگه، شما وقتی که هوس ایران میکنی میری تو سازمان‌ها انجمن‌ها اینها، حالا اونجا دوچار چه خط و سرنوشتی بشی، یه دفعه میبینی از عراق سر در میاری مجاهد شدی، یه دفعه میبینی جز جبهه ملی شدی هیچ کاری نمیکنی، یه وقتا میبینی مثل ما رفتی همه اینا رو چرخیدی، میگه آقا همه رو ولش کن میخوام برم تار بزنم. ما اولین معلم موسیقیمون آقای کاظم داودیان هست. ایشون، من به کسی استاد نمیگم، چون این استادی باید یک مرحله ای داشته باشه، طرف بره اونجا اونهایی که بالاترن امضا، حالا ببین این آخوندها با همه خریتشون باز مراحلشون، حجت الاسلام، آفت الاسلام فلان اینا، آفت الله فلان اینا، درجه و داره رنگ داره، این شیخ سفیده، اون نمیدونه سید سیاهه، امامه فلان اینا. ولی متاسفانه فان در برنامه قبلی دیدم که آقای ناصر رحیمی به من گفته بود استاد سوربی من اگر ریش نداشتم میمدم. آقا ریش که کاری نداره، بزن بره. ضمناً بعد این ماجرای کووید الان همه هنرپیشه ها ریش دارن، همه سیاست مدارا ریش دارن، از رئیس جمهور که صدر اعظم کانادا بگی، راستی پرزیدنت یا صدر اعظمه، تفاوت صدر اعظم با نخست وزیر چیه؟ همه اینا آفتابدار یکی دیگه هستن. ترامپ قدرتمندترین آفیس دنیا رو داره، ولی آفتابدار پوتینه. حالا خود پوتین آفتابدار کیه نمیدونه. در هر صورت این ماجرای استاد و اینها، برگردیم با آقای کاظم داودیان. ایشون سنتور فکر کنم بیشتر میزنن، ولی خب طبق معمول تار و ستار و دف و اینها میزنن. و چند روز پیش یه چیزی برای من نوشتن، بعضی چیزها رو میخونی میگی بابا ولش کن. اینم یکی از همین مزخرفاتی که یه نفر نوشته و دیگران هم پخش میکنن، و بعضی وقتا هم به طرف میگه آقا این خوندی پخش میکنی، میگه نه، میگه خب آقا چرا پخش میکنی، میگه همینجوری. اوکی، برای ایشون یه چیزی نوشتم، ایشون جواب داد و اینها. بعد گفتم آقا اینجوری که نمیشه، شما هر کی هر چی میگه یه چیز ردیفی رو می‌نویسید، من فقط هدفم کمک به دموکراسی بود، من هدفم فلان بود. میگم آقا شما که اینقدر ادعا میکنی و فکر میکنی کمک کردی، تا امروز دنبال چه جنبشی بودی، به این جنبش چه کمک هایی کردی؟ برنامه هیچی دیگه، تموم میشه میره. بعد براشون نوشتم که میدونی من روز جمعه این ایمیل شما رو میذارم روی میز تشریح، همین جایی که با شما هستیم میز تشریح، و صحبت میکنیم. بعد دیدم اصلا ارزشش رو نداره. دلیلی که اینها، ببخشید آقای داودیان، منظورم از این که شما مرد عمل نیستید،
مرد عمل سیاسی نیستید، مرد ممکنه مرد عمل موسیقی باشید ولی مرد عمل سیاسی نیستید. و برای بعضی کارا میگن کار هر بز نیست، خرمن کوفتن گاو نر میخواهد و مرد کهن. شما نگاه کنید اینایی که اون وقتا میدونید که خرمن کوفتن، اینا رو میآوردن میذاشتن، این با گاو چون سنگینه میچرخیده، اینا اون دونه ها از سبوسش جدا میشد و فلان اینها. و شما اگه یه بز بذاری رو اون، وقت خودت رو گرفتی. البته بز خیلی باهوشه، یادتون باش بز خیلی باهوشه. در راهسازی اون وقتا ازش استفاده میکردن، موقعی که دوربین و نقشه برداری و نمیدونم این اندازگیری های لیزر و اینها نبوده و در کارهای دیگه. بعد از اون طرف میگن گوشت بز خیلی خوبه، حالا اونایی که گوشت خورن، اونایی که ویگن هستن یا گیاهخوارن ناراحت نشن. بعد میگن لبنیات بز خیلی سالمتره. وقتی میگن خیلی سالمتره یعنی اونایی دیگه ناسالمه، این سالمتره. بماند اینم از این ماجرا آقای کاظم بزنیم داوودیان رو خط بکشیم تا روزی که بیاد بگه من حاضریم صحبت کنیم. ولی بریم سراغ آقای پتیک. آقای پتیک چون در یک کار ساختمانی نسبتاً کوچولویی بود و 8 ماه طول کشیده بود و هفته پیش یا 2-3 روز پیش سر این ماجرای آقای آریانپور یه نامه نوشته بود که اگر آخوندها قبول کنن بیان چیای مردم رو که دزدیدن تحویل بدن و برن مردم هم میبخشن چون اینها. من برای پتیک نوشتم که این نوشته هایی که اینها می نویسن واقعا هستن کسانی که مثلا سوربی نامه رو بخونه بگی من میخوام بلنشم برم همچی کاری بکنم، یا پتیک داره خونه میسازه هنوز تموم نشده بلنش بره و نگو نه آقا اینا همینجوری اینها. بعد چون راجع به خانه و بی خانمان ها و اینها بود نوشت که من اگر اینقدر میلیون تومن یا دلار بهم پول بدن، اینقدر خونه های کوچولو و شیک و قشنگ میتونم برای افراد بی خانمان بسازم. من با وجودی که میخوام خیلی به فکر دسیسه و اینکه 300 نفر دنیا رو میچرخونن و اینکه فریماسیونا فریمیشنا میسنا هستن اینجوری فراماسون و ماسونر اینجوری اینها نباشن، باز ناخودآگاه شما میبینید همونجوری که به خدا اگه اعتقاد نداری باز میبینی یه دست طبیعتی، یه نظمی، یه چیزی هست. اینم اون دسیسه یه جوری تو پشت، اینجا میگن پشت گوشت. راستی چرا میگفتن پشت گوشت بنویس؟ کسی که پشت گوش خودش نمیتونست ببینه. بعد از اون ور میگفتن اگه پشت گوشتو دیدی مثلا این پولم که من بدهکارم بهت میدم. صحبت از بدهکاری شد، دوستان کی میخوان تلویزیون مردم رو حمایت کنید؟ دیگه کلمه واقعا خجالت هم خوب چیزیه، اینجا جاشه حمایت کنید. هرچی هم زیادتر بهتر، منو چاقتر و توپلتر میبینید چون میرم به سلامتی شما آبجو مینوشم. اوکی خب پتیک وقتی گفت اینجوری که من فکر میکنم اصلا هست یه سیاستی که یه عده باید بی خانمان باشن، یه عده باید گرسنه باشن و قرار نیست، و الا اگه بخواد کسی پول به همه بده به صورت مساوی و اینها هست خیلی قشنگ. آقا بیان بگن آقای فلانی، آقای بیلگیت، شما اینقدر پول تو حسابت، این 100 میلیون، این 10 میلیون، این 1 میلیون بال تو، باقیش میدیم به سوربی و میدیم به میخواستم بگم خامنه ای، میدیم به خورسندی و میدیم به پتیک و میدیم به ایکس و به ایگریگ و میدیم به الهه خان. اینجوری نیست و همه هم میدونن که آقا این آقای جف بیزو از بس این بهش گفته بوزو یعنی دلغک، ما یادمون میره این صاحب آمازون که اصلش از کوبا بوده و اینها، این همه پولو برای چی میخواد؟ و میدونه که بیشتر از 100 سال 120 سال که زندگی نمیکنه، مگر اینکه امیدوار باشه این پولا کمکش کنه یک سن یا یک عمر طولانی پیدا کنه، همون عمر طولانی که به ما دروغ گفتن 900 سال عمر کرده. بعدا معلوم شد اون وقتا فرق ماه و سال رو نمیفهمیدن و این آقا 900 ماه تقسیمش کنیم بر 12 بود و 70-80 سال عمر کرده بوده که برای اون موقع خیلی بوده. اون موقع سن باید 20-28 سال که میشده طرف میرفته. ولی اولا یه سوالی در رابطه با سن طولانی، شما واقعا دلتون میخواد 100 سال زندگی کنید؟ باور کنید من وقتی که یه جایی مثلا یه کار سخت انجام میدم، هر روز اوزنم بهتون بگم من رفتم برای تلویزیون مردم یک اینترنت جدا گرفتم که اصلا کاری به تلویزیونمون خونمون اینها نداشته باشه، اونا کاکسن، این یکی ورایزن. دلیل ورایزن اینه که ورایزن آفر میده 1 گیگابایت و
یه چیز اومده بود پروموشن تبلیغ که اگه بیای ما یه 80 دلار مام گرفتیم. بله میدونم بعضی ها 39 دلار هم هست، ولی اون 100 مگابیت به شما میده، این 1000 مگابیت. و من یادمه وقتی جی ال ویز باکس رو ما میخواستیم تبلیغ کنیم و بدیم مردم خودمون استفاده کنیم، اولین سوال ازتون این بود که با اون اینترنت سرویس پرووایدرتون تماس بگیرید ببینید سرعتتون چیه. اون وقتا که مثل حالا بلد نبودیم بزنیم اسپید تست، بزنیم ورایزن تست فلان اینا، و ما زنگ میزدیم مثلا میگفتن 3، زنگ میزدیم به جی ال ویز، اون آقای چیز دوستمون برای شام یادم رفت میگفت خب 3 خوبه، ما 2 باشه کافیه، 2 دیگه چی چیه، 3 دیگه چی چیه. الان 1000 که 1000 مگابیت بیت، این بیت، این بایت نیست، بیت پر سکند هست، که معمولا هم هیچ کدومشون نمیتونن رو 1000 بیت بدن، ولی واقعا بالای 700 600 300 بالای 10 کافیه اگر قطع نشه، اگر اونی که میگن بهتون بدن. خیلی هم چیز هست در اصل. اینم انادر 80 دلار مات، یعنی اینم مای 80 دلار خرج جدید، ولی دیگه خسته شدم از بس بعضی وقتا این چیزه میاد میگه نمیدونم اینترنتت ضعیفه، میزنم میبینم اون 12 است، اون یکی 30 اون چون. الان اگه بزنم میخوام بزنم نشونتون بده، بعدم بهتون نشون میدم. خب اینم از اینترنت. برگردیم سراغ باز پتیک برنامه منو وقتی نگاه میکنه یه قلم خودکار میگیره دستش، دیدم از تو آفیسش، و مینویسه دقیقه نمیدونم 20 و فلان اینو گفتی. خیلی هم مچه منو میگیره، خیلی هم از این بابت من ناراحتم، با ترس و لرز حرف میزنم. و پتیک وقتی گفتود این خونه ها رو درست میکنه، یادم میاد به خودم چند سال پیش برای اون دوستمون که در پانورامیک ویژنز کار میکردم یه اساینمنت رو به فارسی چی میشه بگیم، یک مأموریتی به ما دادن، گفتن که شما برو با چند نفر دیگه به شهر زیبای بوستون و اونجا یک گروهی میان به نام Habitat something، یعنی خانه سازی برای افراد فقیر. این یکی پیدا کنه، کارتر هم، جیمی کارتر هم توش هست، چون میبینم آقای سلیمانی اینجاست، آقای سم سعید هم اینجا هست و اینها. دوستان امروز ما میبینیم بیشتر خانم ها اینجا هستن، خانم زیبا آناهیتا، و خانم ها به غیر از اینکه زیبا سیرت هستن، زیبا صورت هستن، زیبا سیرت هم هستن، تا برسه به اونایی که دشمنت میشن. وای 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 چه فوشایی میدن این خانم ها، از آقایون بیشتر فوش بلدن. یا اینکه اینایی که به اسم خانم ها میان و فحاشی میکنن، اینها واقعا زن نیستن و مردایی هستن که برای اینکه 4 تا دوست قلابی پیدا کنن، خودشون رو در قالب زن ها، یا در شکل و شمایل و عکس و اینها اسم زن ها قالب کنن. در صورت خیلی خوشحالم که ایشون هم زیبا هست هم آناهیتا هست. ما وقتی ماجرای سلام عوض شد به درود، گفتیم بابا این مالو میاد میگه درود، بعد که میخواد بره چی بگه؟ بهزاد از کانادا گفت که وقتی میاین تو بگید درود ورود، وقتی میخواین برید بگید درود خروج، تا ما بفهمیم کدومش سلامه کدومش خداحافظی. در صورت دوستان مشکل من و شما به سلام و درود و عکس و فرتور و اینها نیست، مشکلش من و شما به اون فرهنگه که باید فرهنگ عوض بشه. حالا فرهنگ چیه؟ فرهنگ مجموعه ای از آداب و حرکات و اعمالی که من و شما در حین روز انجام میدیم. اگه همه ایرانی ها همه شون میگن آقا همه دروغگوان، خب یکی شروع کنه از خودش این دروغ گفتن رو کم کنه. یه چیزی براتون میگم، یه دوستی من زنگ زد گفت آقا سالها من برنامه شما رو میبینم، شما تو برنامهاتون مخصوصا وقتی کرونا بوده گفتید حالا که کرونا هست بیشتر از فروشندهای ایرانی، مغازهای ایرانی خرید کنید، و ایشون گفته بود همین 3 روز پیش به من زنگ زد گفت که من سالها بود که به خاطری که ایرانی ها گران فروش کرده بودن رفتم از مغازه افغانی ها خرید میکنم، وقتی شما گفتی گفتم شاید برگردم باز با ایرانی ها و اینها، و رفتم. و آقای سربی باور کنید چیزی رو که من از فروشگاه افغانی میخرم 10 دلار، همون جنس رو فروشگاه ایرانی به من داده 17 دلار. گفتم آقا من داخل این بازی ها نمیشم، اینجا فری انترپرایز،
یعنی بازار آزاد، شما میتونی نگاه کنی ببینی این نون رو اینجا میده 1.49، همین نون رو اینجا میده 99 سنت. خود من این کار میکنم، میرم اونجایی که نون میپزه میخرم 99 سنت، افغانی هم هست. یا میرم البته مشخصاً نونش رو قیمتی میده که دیگران هم میفروشن. و این ماجراها ما فقط یه چیزی میگیم، نه وظیفمونه، وظیفه موقعی که بابتش پولی گرفته باشید، به عنوان خدمت. اینجا میگن public service announcement PSA اگه اشتباه نکنم، یه چیزی رو میگیم به اطلاع عموم برسونیم. اگه یه خبر جدیدی آمده، مثلا خارجی ها آمریکایی ها بعد این همه سال فهمیدن آقا کفشتون رو درارید، کفشتون رو درارید. الان توی فرانسه که به مردم گفته بودن حجاب نزنید، الان همه دنیا با حجاب شده. سالها پیش یه مجله کوچولو بود، دانشمند بود، چی بود توش نوشته بود چرا توی اتاق عمل دکتر لباس دیگه ای می پوشه. چرا تو وقت یادتون باشه اون وقتا تو اتاق عمل روی کفششون یه از این کفشای پارچه‌ای نمی پوشیدن که الان می پوشن. آقا طرف میخواد بیاد کابل شما رو وصل کنه که الان دیگه نمیان تو، دم در از تو جیبش یه روکشی در میاره برای کفشش. با یه دوستی صحبت میکردم گفت آقا این مال ایران بود که کثیف بود، اینجا تمیزه، سک روی آسفالت نمیرینه. گفتم خب پس چرا تو بیمارستان این دکتره که میاد صبح دستش اونجوری میشوره و اون وضع چیزی که میبینید و دستکش میپوشه، بعد پاپوش میذاره میره اونجا. خیلی پاپوش هم خوبه، پاپوش یادتونه تو فوتبال یه چی میپوشید، پاکش اسمش بود، از آرنج بود مچ پا تا زیر زانو که اگه کسی لگد زد چی باشه. آخو درد الان گفتم درد گیره. خیلی ممنون. Habitat for Humanity، برمیگردم اونو توضیح میدم. خلاصه گفتم شما من بگو پس تو بیمارستان سگی اومده کسافت کاری کرده، آدمی اومده تو این سالن تمیز بین اتاقی که آماده میشن و اتاق عمل، چرا اونجا اینو میپوشن؟ متاسفانه دوستان منطق ندارن. بگذاریم کجا بودیم چی بودیم اینها، برگردیم به این ماجرای پتیک. گفته من حاضرم با یه مبلغ کمی خونه های مناسب بسازم برای افراد بی خانمان. یه چیزی رو اینجا من به شما بگم آقای پتیک عزیز، بعضیا از این افراد بی خانمان ممکنه مشکلات فکری داشته باشن، منتال، و اینا حاضر نیستن برن جاهایی که من و شما برامون عادی زندگی کنیم. اونا دنبال یه آزادی هستن که خیلی هاشون اتفاق افتاده یه شهرهای پول میدن، مردم میگن آقا برای که اینا تو خیابون ما نباشن پول میدیم یه اتاق براش اجاره میکنیم، ولی نمیرن زندگی کنه. این یه مشکل. مشکل دوم، برگردیم به این Habitat for Humanity. به ما یه اسایمنت دادن که شما برو اونجا ویدیو بگی، اینا یه گروهی میان و اینجوری و اینها. ما خب معمولا اینجوری یه روز قبل میری عصرش اونجا رو میبینی و اینها، کجا باید برم فردا صبح به کانسیر میگی، به اون میگی، به اون میگی. گفتن شما فردا صبح ساعت 8 دم در هتل حاضر باش. آمدیم دم در هتل، دوربین و دستگاه ترایپاد و اینها، یه دفعه دیدیم 30-40 نفر خانم، آقا، جوون، پیر آمدند و هم لباسکار، جین لباس، گفتیم لی نه، چون مارک لی میمده اونجا، گرچه رنگلر فکر کنم بیشتر بود، بعدا دیگه چیزای دیگه اومد، همه پوشیده بودن. یعنی ما آماده قیامی کار بریم اینها. رفتیم اونجا دیدیم وایسادن و یک کسی که بلده، یکی مثل پتیک، حالا باید وایسه. به این آقایی که مثلا تا دیروز کار کامپیوتر میکرده، به اون خانمی که نمیدونم منشیه، به اون یکی که دکتر فلان، یاد بده که این میخ رو اینجوری که میگیری بزن و چکش رو پایینش رو بگی فلان اینها. که اگر این اصلا برای من یه چیز خنده‌دار شده بود که اگر اون دو نفری که اونجا بلد بودن، اون روز ما به عنوان کمک برای اینا چوب می آوردیم، تخته می آوردیم، بازده و راندمان کاری اون دو نفر از این 30-40 نفر، یک اتوبوس آمریکایی بزرگ، اتوبوس آمریکایی ها بعضیش 50 و چند نفر میگیره، که رفتیم اونجا بیشتر بود. خلاصه از صبح ساعت 8 اینا رو سوار کردن، 8:30 رسیدیم اونجا، این زمینه، این خط میکشیم، این باد پودر میریزیم، این بندو میکشیم، خط میگیم اینجوری فلان نه، همچین که خواستن دو تا میخ بزنن، موقع نهاره، ماشین نهار اومد اونجا، میزی چیدن. حالا این خود پول نهاره قبل نصف یا اتاق میشد،
نهارم خوردیم، خب حالا بعد نهارم همه دیگه سنگین، دوباره رفتن کار کردن. خلاصه براتون بگم، من فکر نمیکنم کسی تو اون خونه بتونه زندگی کنه. جمع کردیم و آمدیم و خب ما هم دیگه بالاخره حقوقی میگیریم و اینها، ولی من همیشه تو فکر بودم که ای کاش کار رو به کاردان میدادن، ای کاش اینا به جایی که بیاد یه روز وقت بذاره، البته میگن اینا بیشتر یا مؤثرتره، برای که طرف میاد مشکلات اونا رو میبینه، بعد وقتی هم میان شرکت میکنن برای لانگ تایمه، برای لانگ ترمه، برای مدت طولانیه. اینجوری نیست که یه کسی بیاد تو شرکت بگه 20 دلار بدید میخوام بریم خونه بسازیم، 20 دلار بده تموم بشه بره. میگن وقتی عضو میشه اسم میسته و اینها چنین و چنان. حالا دوست دارم آقای سلیمانی اگه در این رابطه نظری داره برای ما بنویسه، دیگران بنویسه، ولی چون پتیک گفته بود که اگر چنین پولی فراهم بشه ایشون میتونن خونه های خیلی ساده تشریفاتی نه بسازن برای فلان، نه من میخوام بگم که سیستمش به این سادگی نیست. من و شما نمیخوام بگم آدم های ساده لوحی هستیم، ما آدم های خوبی هستیم، همه چیزها رو ساده میبینیم، ولی زندگی به این سادگی نیست. شما ببینید مثلا ماجرای مالیات آمریکا چقدر مشکلش کردن. آقا شما یه پولی من درآوردم 100 دلار، این 30%شو بگیر 70 دلار بده من برم زندگی کنم. اینجوری نیست. به من میگی شما 12% میدی. این بحث خوب 100 دلار 88 دلار. همین امروز صبح من یه کار کردم 75 دلار برای من 69 دلار فرستادن. یعنی 6 دلارشو مالیات داشت. خب حالا گوش کنید، فکر کنید این 69 دلار من میخوام برم با این 69 دلاری که مالیات دادم برم آبجو بخورم، دوباره 6%، تو این شهر کوفتی که ما هستیم 10% مالیات ازم میگیره. میخوام برم رستوران شام بخورم، آقا من که پول داد این مالیات چی دادم، دوباره ازت مالیات میگیره. میخوام بنزین بزنم، دوباره ازت مالیات میگیره. میخوام نمیدونم چرخ ماشینم عوض کنم، دوباره ازت مالیات میگیره. چرا؟ چون اگر تمام این مالیات ها را همون اول بگیرن، شما از 100 دلار 60 دلارش رو دادی یا باید بدی، برات زیاد هست. متوجه میشی که چقدر دادی. این خیلی بد آدم بفهمه چقدر داده. خلاصه ببینیم مانی چی گفته. مانی امروز جمعه است، باید چیزای خنده دار بگی. میگه نمیفهمه که باد گوه خوش شده و له شده سگ را. آقا همینو من گفتم، گفتم شما چه گارانتی میکنی که اینجا که طوفان میاد 120 مایل پر آور میشه 200 کیلومتر در ساعت سرعت باد. آقا خونه رو باد از اینجا ور میداره میندازه اونجا. چگونه است که این سگه اگه اومده اینجا جیش کرده پوپ کرده خشک شده صاحبش بر نداشته ببره، تازه حالا اون که میبره کجا میندازه؟ میدونید نمیخوان گوش کنن. یعنی میخواد به یه نفر بگه آقا ما آمریکا هستیم باید با کفش بیایم تو. نه آقا، خود آمریکایی‌ها الان نشته پلیس تیک یور شوز آف، و خیلی جاها الان بیشتر شده. خونه چینی ها اینا که از قدیم بود، کره اینا هم دم در بعضی ها دمپایی هم میذارن که اگه شما خواستی این دمپایی تو برگردید فیلم این مستر راجر نگاه کنید، از بیرون که میاد کوتشو که در میاره نه فقط به خاطر گرما و سرمای بیرونه، یک از این بینا چی میگید شما؟ والا ما هم گیت شدیم، پولیبر سویدر چیه، یکی از اینا میپوشه. چرا؟ برای که الان که کروناست من لباسم وقتی میام اونجا تو گاراژ در میارم آویزون میکنه، چون نوشته باید لباساتون رو برید با آب گرم بشورید. بابا مردیم ما این لباسا رو، چقدر پول بدیم به خوشرویی یا چقدر خودمون هه ببریم بشوریم اینا. آویزون میکنم اونجا تا دفعه دیگه که میخوام برم اون شلوار و کت و اینا اونجاست. ولی چرا مثل راجع کفشش هم عوض میکنه؟ وقتی میومد قشنگ کفششو میذاشت توی کمدی، یه کفش کتونی که راحته برای خونه میپوشید. اینا فلسفه‌شون این بود که اینا جلوتر از مردم عادی بودن، ولی اون ردکه این رسم بود، از توی کافه ها و اینا هم همینجور پاشو پوتینشو مینداخت بود، پوتینشو مینداخت روی میز. حالا همین پوتینی بود که تو پهن اسبم بوده، ولی متاسفانه بعضی از دوستای ما تازه اینا دکترای مملکت ما هستن،
اینا ادعای درس خوندن و درس دادن و درس دانستن دارن، ولی باهاشون به یه بحث خیلی ساده که میرسی میگم آقا CDC گفته کفشاتون رو در بیارید، میگه نه این برای دکتراست. خب میگه این سازمانی که کارتر تأسیس کرده از کمک‌های مالی شرکت‌ها، مردم، کمک‌های مصالح ساختمانی شرکت‌ها و کارگران مجانی در همه جوانب ساختمان به عنوان داوطلب کار می‌کنند. خیلی ممنون، یعنی شما نظر خوبی دارید. البته ناگفته نماند دوستان، چند سال پیش گفتن صلیب سرخ از شما 100 دلار که میگیره، اینا میگفتن به روایتی فقط 3 دلارش میرسه اونجایی که باید برسه، ولی باز میرسیم به اینجا که آقا شما امروز 3 دلار کمک کردی، درسته 97%ش اوورهد بوده، خرج بوده، حقوق بوده، ولی 3 دلار کمک کردی و 3 دلار رسیده به دست یک نیازمند. اینه که بعضیا میگن آقا ما اگه تو کوچه راه بریم این همه گدا هست، ما اگه بخوایم به اینا پول بدیم که ورشکست میشیم. میگم این رو فقط افرادی میگن که میخوان بهانه بیارن به هیچ کس کمک نکنن. کی گفته به شما که به همه کمک کن؟ به یه نفر کمک کن. طرف میگه آقا شما میگی حمایت، این همه تلویزیون من اگه بخوام به همه بدم، شما به همه دادی خبر نداری، حالا که میخوای اینجا حمایت کنی زورت میاد. شما به یه تلویزیونی که میبینی کمک کن، به یه تلویزیونی که دوستش داری کمک کن. در صورت منتظر حمایت های شما هستیم. اینجا بی خانمان ها را بردن در هتل ها. توی لس آنجلس یه خیابونی الان وضع خیلی فجیع پیدا کرده و اصلا شده مرکز بازدید توریستا، که میگن اونجا از لحاظ نظافت، بهداشت، سرویس بهداشتی اینها خیلی بده، از لحاظ استفاده مواد مخدر اینها خیلی بده. حالا چه باید چه خواهد شد من نمیدونم. دوستان به غیر از اینکه امروز ساعت 3 با آقای جهانگیر شادانلو هستیم، ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد هستیم. آقای حسن ارشاد 272 تا برنامه تقسیم بر 50 کنین، حالا بگو 250، 5 سال توی این تلویزیون هفتگی به طور مرتب. طرف کار داره، زندگی داره، خونه داره، زن داره، بچه داره، نوه هم داره، ولی یک ساعتی رو در شبانه روز شما که روزه نیستید، نه حالا باشید من بخورم ثوابش بیشتر. جالبه ها چه سیستمیه که من اگه قرار گناه کنم، من که گناه میکنم ثواب شما زیاد میشه. همین نشون میده عدالت خدا همچنان عادل نیست. خب آقای حسن ارشاد میاد تو این به اصطلاح برنامه ها رو درست میکنن میفرستن. ولی آقای مطلبی چند مدت پیش از استرالیا خواسته بودن که در برنامه باشن و من هرچی فکر میکنم آقای ارشاد 8 ساعت و نیم از ما جلوان، آقای مطلبی 12 ساعت از اون ور دنیا از ما جلوان، خیلی ناجور میشه و اینها. من حالا گفتم اقلا یک درس به اصطلاح یک طرفش رو آباد کنیم. میگن یک ده آباد بهتر از 100 تا شهر خرابه. با آقای حسن ارشاد چون تولد باب یا بها هست این ایام صحبت میکنه. 45% کشته شدگان از بی خانمان ها هستند در آمریکای ترامپ زده. آقا برای سرگرمی طرف با دوستاش که داره میره، این بدبختی که خوابیده آتیشش میزنن که این بلند بشه بسوزه، فریاد بزنه، اونا بخندن، شوتش میکنن، تیر میزنن تو پاش که این بلند بشه فریاد بزن. بابا والا ملت دیوونه شدن، روانی شدن. تو ایران دیدید این خانمایی که لخت میان تو خیابون، طرف هم میگه انقدر حجابو سخت گرفتن، بعد مینیسه آقا این شیشه زده بود، شیشه گرفته بود. من اولا نمیدونستم شیشه چیه، فکر کردم پاش رفته رو شیشه، حالا اینجوری میپره اینور اونور. بعد مثل که یه موادیه، کریستال یا شیشه هرچی اینا میکشن، مثل اینجا بود LSD بهش میگفتن، میگفت طرف از طبقه نمیدونم فلان خودشو پرت کرد پایین، نمیفهمن. در اصلات این هم از این. آقای اکبری میگه من روزه هستم کاکو، من باور نمی کنم. اگه هستی هم که الان دیگه تو آلمانی، کجایی؟ آلمان 6 سال از ما جلوتر، دیگه افطار کردی پس الان روزه نیستی، دروغتون گرفتی. خب این از این.
بهتون گفتم که آقای امیرحسین لادن با ما نیستن امروز و به خاطر اینکه توی آمریکا این لانگ ویکند یا مموریال ویکند یا اولین روز تابستان، مموریال ویکند روزیه که روز یادبود هست از اونایی که در جنگ های مختلف، ماشاءالله این آمریکا هم مثل ایران که انقلاب کرد فوری جنگ شروع شد، آمریکا هم از روزی که انقلاب کرده با جنگ همراه بوده، جنگ 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 جنگ. دوستان اگه شما تجربه ای در رابطه با فروشگاه های ایرانی و دیگران دارید بدون نوشتن اسمشون بنویسید، مثلا بنویسید آقا من فروشگاه ایرانی که میرم خیلی هم ارزونتره یا خیلی راحت ترم، یا آقا دولا سلا حساب میکنن. یه مدت تو مهمونی ها صحبت از این بود که آقا میره طرف مثلا چهار قلم داره میاد خونه میبینی 5 تا زده، تازه رسید بهت نمیده، یادت میره، بعد تازه رود نمیاد بهش بگی، چون اگرم بهش بگی دو نفر دیگه هم ایرانی وایسادن میگه آ این سربی اومده بود فروشگاه بچه گدا مثلا برای 3 دلار که یه دوغی رو گرون بشه اضافی بهش حساب کرده بودن وایساده بود ما حالا تو صف طولانی، ولی اون احمق نمیفهمه 3 دلار به من اگه صحبت نکنم به تو که رسید میشه 30 دلار. اگر خانم جیلانی از پاریس میگن که آقای اکبری میگن ایشون رفتن زولبیا خریدن، ایشون از شما که روزه میگیری کارش بهتره، اقلا در قسمت اون ثواب و کارهای خوشایندش خوردن زولبیا و بامیه به اصطلاح با شما همکاری میکنن. تو شیراز به زولبیا میگن زلیبی، ولی به بامیه میگیم همین بامیه. حالا چرا نیومدیم بگیم بامیو که اعصاب شما رو خراب کنیم نمیدونم، باید روش کار کنه. میگه شغال بدیوزه این اکبری، شما شغال بدپوزه این اکبری، اینجا فروشگاه ایرانی هست ارزون تر از سوپرهای بزرگ، اسم نمیبرم. آقا اگه ارزون تره اسم ببر، ببخشید من درست نگفتم، میگم اونی که گرونه اسم نبر، بدبخت حالا بعد بیاد یقه ما رو هم بگیری. اونی که ارزون تره، مثلا اینجا فروشگاه کره‌ای هست ارزون تر از سوپرمارکت های جاینت و سیفه اینا که الان بیچاره بدبخت شدن به خاطر این کرونا، ملت هم که تفاوت چینی و کره‌ای و ژاپنی و فیلیپینی و اینا رو نمیدونن، به همه رو ما میگیم چشپنگا یا همه رو میگیم اورینتال که تازه میگن کرمه اورینتال هم غلط. بله خیلی خوبه مغازه ایرانی، اینا رو اسم بنویسید هیچ اشکالی نداره. اتفاقا وقتی که اومدم پاریس از منزل شما خانم جیلانی با همسرم داشتیم میرفتیم، بعد یه فروشگاهی بود نزدیک اون قبرستون معروفم بود، رفتیم اونجا و چیز بادنجون دلمه بادنجون خریدیم، بعد رفتیم خونه برنج درست کردیم خوردیم، خیلی خوشمزه بود. حالا یه چیزی من به شما بگم، فرق کانوینینت با گرونی رو شما متمایز کنید، تشخیص بدید، جدا کنید. کانوینینت چیه؟ یه 7-11 مثلا اینجا هست، آقا من میدونم اونم میدونه که مثلا این دستمال کاغذی یا کاغذ توالت که گذاشتی یه دلار، من میتونم برم تو اون فروشگاه 6 تاشو بخرم 3 دلار. ولی به این میگن برای کانوینینته، برای راحتیه که شما میری برمیداری میای پول میدی میای بیرون، نه تو صف وای میسی نه فلان، و نزدیک خونته. صبح شما هیچکی رو نمیبینی بره تو جاینت وایس کافی، همه تو 7-11 و استارباکس و اینا. تفاوت کانوینینت، حالا یه وقت میبینی اون فروشگاه هم چون کوچولوئه مجبور چیاشی گرونتر از اون بزرگه بده، اون بزرگه اگه 6 تا نوشابه‌اش به شما داد 3 دلار هنوزم سود میبره، ولی این بعض وقتا یعنی اصلا این رفته از اون خریده، خب از اون خریده 3 دلار، حالا باید به شما بده 4 دلار، باید به شما بده 5 دلار، اینو خودتون و وجدانتون. ولی اگه یه فروشگاهیه آقا اینجا فروشگاه ایرانیه، اون خیابون فروشگاه افغانیه، همین نونو این میپزه 99 سنت، این یکی میده 1.49، خب من نمیرم از این بخرم، به این میگم بازار آزاد، برو از اون بخر. در صورت برای خودم بیشتر از این درصد دارم. این آقای اکبری هم مثل من پوستش کلفته، هرچی بهش گفتی مانی داره میخنده. دوستان عزیز 7 دقیقه دیگه میریم پاریس و با آقای جانگیر شادانلو در مورد چند تا ماجرا، شما حتما آقای بیژن فرهودی رو میشناسید، بیژن فرهودی یک کردیت و اعتباری داشت که اینم من نمیفهمم،
طرف تو رادیو آمریکا صدا آمریکا آگهی استخدام زدن، اینم اون موقع رفته استخدام شده، بعد 30 سال هم بازنشسته شده، بعدم بلند شده رفته لندن. لندن که رفته آقای زم وقتی اومد همه رو دور زد، از همه سوال کرد که شما میای برنامه اینجوری بذاری؟ آقای بیژن فرودی دید کسی خود فروشتر از شما نیست، بعد با اون برنامه گذاشت. کسی که شما حتی کراواتت رو درآوردی، یادتون باشه برید فیلمای بیژن فرودی رو نگاه کنید، من نوشتم اینجا براش، نوشتم آقا بیژن، چون اینجا اسمشو گذاشته آقا بیژن، گفتم آقا بیژن من شما رو فکر میکردم میشناختم ولی دیگه انقدر نمیشناختم که حالا یه بچه آخوندی از ایران اومده خود مادر قهوهش میشینه شراب میخوره ولی تو رو بهت میگه کراوات نزن و تو کراوات نمیزنی. تا اینکه اونو گرفتن و بردن، حالا چی کار میکنن؟ دروغ راست کاری نداریم. افراد دیگه ای پیدا شدن و برنامه ایشون همچنان ادامه دارد. آقای شادانو من گفت من مانعی نداره اسم بیژن فرهودی رو ببرم، گفتم نه آقا شما داری میگی بیژن فرهودی با آقای شمس مصاحبه کرده، اسم منو بردن، منم نواره رو دیدم، اصلا خودش با افتخار ویدیو رو گذاشته، حالا شما بیا بگو، بگو آقای بیژن فرهودی شما که میگی این شمس یه پناهنده از کجا پول میاره به شما میده که نمیدونم تلویزیون داری، برنامه داری و اینجوری خودت رو نوکر و چی میگن مزدور این کردی. اینا رو با هم صحبت میکنی، میگه متاسفانه سربی همه مسئله ها رو بلد نیست، میگن روزه است نه شغال بد بیور. اوکی خب من کی ادعا داشتم در برابر هادی، در برابر شما که من تازه گفتم آقا همون دو کلمه فارسی هم که ما بلد بودیم، این تو آلمان بودیم خراب شد، اینجا اومدیم خرابتر شد. و یادتون باش چون من هنرستان رفتم، من که رشته ادبی و طبیعی و ریاضی، من هنرستان رفتم، تو هنرستان ادبیات ما اینقدر بود خیلی به خوندن میگفتن این اومده کار کنه کار، بعدم اینجا که اومدیم گرفتار این حرف آقا میگی عکس میگی بگو فرتور، بعد مینیستی فرتور، اون یکی میگه آقا منظور یعنی چیه، فرکور کیه، میگیم فلان. ولی خود آقای مانی بود که من اون شعر رو نوشتم، دلا خو کن به تنهایی که از کرونا بلا خیزد، کرونا آن کسی گیرد که از تنها نپرهیزد. بعد داشتم توضیح میدادم که این تنها تنهایی نیست، گفت آقا چرا وقت ما رو میگیری، تنها رو جدا بنویس، تن جدا ها جدا، همه میفهمن که این تنه، بدنه، بادیه. خیلی ممنون، اینقدر آدم اذیت نکن، گفتم روز جمعه است، انصاف، خوش اخلاقی، دوستی، برادری، برابری کجا رفته؟ خب میگن که خانم الهه میگه رفتم از فروشگاه جو برای سوپ خریدم، توش کرم بود، برش گردوندم با عصبانیت میگه من که توش نیستم ببینم. آها اینم متاسفانه یه چیزایی که تو ایرانی ها بود، این ماجرای پس دادن، به جایی که از شما تشکر کنه و بگه که خوب شد شما گفتی، حالا که آمدی اصلا پولشم من نمیگیرم، اون یه جنس دیگه برداری جاشو فلان اینا، بعد باقیشم جلو خودتون بیار بریزه بیرون، اینجوری میگه. حالا شانس آوردید که به شما نگفته خب پس پول گوشتش هم بده، حالا شما بخواستی سوپ جو درست کن. این سوپ جو چقدر خوشمزه است. یه رستورانی بود، رستوران ساحلی، آقایی هم از آمریکا آمده بود توی خیابون ساحلی، حالا ما نمیدونستیم این خیابون ساحلی ساحل چی هست، یه رودخونه خشکی تو شیراز بود، این خیابون از بغلش رد میشد، اسمش گذاشتن خیابون ساحلی. اینم آمده بود چی ساید، ریور ساید، آیرون ساید، یه چیزی درست کرده بود در همون چیز، و واقعا آبجو و سوپ جو، حالا سوپ و داغ از اون ور، آب جو، وقتی دیگه جو میخوری از این وری میشی دیگه، حالا یا آبشو میخوری یا سوپشو میخوری، بالاخره جو که میاد در کار خودمونی میشید. خب چرا میگن آچار شلاقی؟ درستش چیه حالا که فنی بودی؟ اولا به همون آچار شلاقی اینجا میگن مانکی رنج، همونو تو ایران لولگیرم میگفتن. دلیلش اینه که شما شلاقی میتونی از استفاده کنی، اینجوری وقتی میندازیش رو لوله دیگه تنظیم نمیخواد، وقتی فشارش میدی خودش کوچیک میشه، اگه من درست بگم این همون آچار شلاقی باشه. از اون گذشته یه آچاریه در کارهای
فیلترهای بزرگ ازش استفاده میکنن، اونم مثل شلاقه و واقعا مثل این شلاقایی که تو فیلمای چی میزنن، یه دسته داره، بعدش یه چند تا زنجیر مثل زنجیر دوچرخه هم هست و اونم خیلی راحته، شما میندازی دور چیای گرد و اندازه نمیخواد بگیری، قشنگ چون چیزای زنجیرهای مختلف داره. اونم اینجا بهش میگن آچار فیلتر، ولی بعضی از ایرانی ها آچار شلاقی هم میگن. اگه چیز دیگه هست بگید تو ما هم یاد بگیریم. مانکی رنج، آچار شلاقی، لولگی و آچار فیلتر. بله، اسم کار خونه شلاکی. اسم کارخونه شلاکی بوده. خب اینم مثل کلمن و این چیزا. آقا آدامز، این آدامز بوده. چوینگام آدامز بوده، ما بهش میگیم آدامز. پاپکورن شما تهرانی میگی چوسفیل، چسترفیلد بوده، کارخونهش چسترفیلد بوده، تبدیل شده به چوسفیل. شما با افتخار میگی بیا بشینیم با هم چوسفیل بخورید، بچه تا هم بیا چوسفیل بخور که همه. بله، مثل کلینکس، کاملا درست میگی، مثل کلینکس، در صورت که کلینکس تیشوه چون برگ برگی. راستی شما میدونی اولین دستمال کاغذی رو کی و چه کسی ساخت؟ همین دستمال کاغذی که هر روز دیگه داریم استفاده میکنیم. و خب بریم سراغ آقای جهان شاداندو و امیدوارم که این چیزها رو توی فیسبوک برای من فرستاده باشن که من بتونم بهتون نشون بدم، اگر نه از وبسایتشون میگیرم و اینها. بله، مثل که توی فیسبوک فرستادن. اینجا هم ساعت 3 بعد از ظهر، گفتم بهتون، یکی از دوستان به من میگه آقا ما اون وقتا میتونیم ساعتمون رو به برنامه های تو تنظیم کنیم. طرف وقتی زنگ میزنه میگه آقا گفتی 3، میگم خب 3، میگفت که نه آقا یه تلویزیون دیگه هم به من گفته بود 3 تا 4 و نیم منتظر بودم بعد زنگ نزدم، وقتی زنگ زدن گفتن آهان داریم حالا زنگ میزنیم. خب دوستان عزیز میگه جهان isn't online، من به شما نشون بدم، شما شاهد من باشی که این آقا گوشی دم گوشیشه و میگه جهان isn't online. بله، و شماره تلفنشون رو با ایریا کد 33 به من نشون میده که من نمیخوام با تلفن زنگ بزنم. آقای شادانلو اگر بیننده برنامه ما هستید یا دوستان اگر تماس میتونن بگیرن با ایشون، لطف کنید شما به من زنگ بزنید. یه بار دیگه من زنگ میزنم، این صدایی که میاد من دوست ندارم، اون دینگلی دینگل اسکایپ بهتره. نه، این صدایی که میاد یعنی یا تلفنشون قطعه یا یه جایی هستن که اینترنت نمیگیره. آقای شادانلو پس شما لطف کنید به من تماس بگیرید. بله، کوروش کبیر، من متوجه نمیشم یعنی چی، گفتم اینقدر گدابازی در نیار، جمله رو کامل بنویس، جمله باید 3 پایه و اساس داشته باشه، 3 بخش داشته باشه، فاعل مفعول ها، که این بگیم چه کار میخواد بکنه، کیه، چه کاری انجام میده. و تنها جمله‌ای که من ساختم به این کوتاهی، نه فعل داره نه فاعل نه مفهوم، ولی همه رو هم تفهیم میکنه، کارمون خیلی خرابه. البته این هم فعل داره هم فاعل داره هم مفعول، عاقلان دانه. خب دوستان عزیز بذارید تا آقای بله تا آقای شادانلو میاد، من براتون چند تا چیزی رو که قبلا گفتم یا صحبت کردم و اینجا گذاشتم نشون بدم یا بخونم. آها، اولیش یک چیز جالبی هست که این دوستان شاه اللهی، اولا هفته قبل آقای لادن یه برنامه خیلی خوبی اجرا کرد، بهتون گفتم که من گفتم که امروز در مورد چه تاپیکی میخواین صحبت کنید، ایشون گفت من میخوام امروز درد دل کنم. گفتم ایداد بیداد نکنه، ایشون از دست من میخواد درد دل کنه. وقتی آمد دیدم درد دلشون از شاه اللهی است. بعد گفتم آقا این که این شاه اللهیشون به نفع من و شما کار کردن، با حماقت خودشون دارن نشون میدن که به اصطلاح رضا شاه چی بوده و اینها، و اگر امروز مردم ایران گرفتار این آخونده هستن دلیلش دیروز هست و خوراک دیروز. آقا من ویدیوی شما رو ندارم هنوز. آقای شادانلو میگه وبکم، بله وبکم مکس، اوکی اینم دارم، چه عکس قشنگی این وبکم مکس نشون میده، عکس یک موجود فضایی با یه چشم.
آها حالا آمدید شما، بله بسیار خوب، البته تصویر یه مقداری قرمزه، فکر نداره حالا خوب شد، الان عالی، همینجا بله اوکی. شما لطف کنید من اون بالا هم که نوشته وبکم چیز برمیدارم، فقط قسمت پایین صفحه رو چیز میکنم، با دوستان شیر میکنم و میشیم از اینجا تا اینجا. خب دوستان عزیز، آقای جهانگیر شادانلو، سالهاست من ایشون رو میشناسم و از طریق یه ویدیویی که یه دفعه ایشون گذاشته بودن در رابطه با اون آقای ابونه و مجاهدین و اینها، و دوستی ما با ایشون ادامه پیدا کرد، از این بابت خیلی خوشحالم. در سفر کوتاهی که داشتم در فرانسه یک نصف روزی رو با ایشون بودم، از این بابت هم ازشون تشکر میکنم. و جدیدن دیدم که همیشه به یه نوعی من میبینم ایشون مورد حمله قرار میگیره، و جدیدن دیدم که باز سر این نیزه های حمله به سوی آقای شادانلو هست. آقای شادانلو، خودتون یه مقداری برای من و دوستان بگید این ماجراها چیه، از بردن اسم هیچ کس هم دریغ نکنید، ما در تلویزیون مردم خط قرمزی نداریم، شما میگید هر کسی اسمش گفته میشه، اگر فکر میکنه شما تحریف کردید، دروغ گفتید، اون حق داره بیاد نظر خودش رو بگه، تا بلکه ما بتونیم با گفت و شنود، شما بگین اون بگید، ما این وسط دو طرف ماجرا رو بفهمیم و بشنویم. ویدیویی از آقای فرهودی بود، به مدت 59 دقیقه است، نزدیک یک ساعت، اون رو هم دیدم. این آقای شمس کیه؟ اون خانم کیان؟ اون آقای زم کی بود؟ چی شد؟ کجا رفت؟ یه مقدار ما رو برگردونید باز به چند سال پیش که آمد نیوز بود و این رفت آمدا بود و نشستایی بود. یادم اون آقای عارف ماجراجو بود، الان اون کجاست؟ چیه؟ من ساکت میشم و میکروفون در اختیار شماست. خیلی خوشحالم که باز هم با شما هستیم، بفرمایید. سلام خدمت شما ناب سوربی گرامی. اگه اونجا چیزی روشن هست، فیسبوکی چیزی، اونا رو خاموش کنید لطفا. بفهم بله، ما متاسفانه گرفتار یک عده هستیم که جز تحریف و دروغ کاری ندارن انجام بدن. جایی که رژیمی داریم که 40 سال دروغ میگه، تحریف میکنه تاریخ کشور رو، تاریخ انقلاب و تاریخ ایران رو، و متاسفانه کسانی هم هستن که با اینها همراه هستن، حالا یا به عنوان اپوزیسیون یا به عنوان مخالف یا به عنوان اصلاح طلب، و سال هاست که ما گرفتار اینا هستیم و میبینیم که بعد از 40 سال هنوز نتونستیم یک گروهی درست بکنیم، یک عده‌ای دور هم جمع بشیم، یک سازمانی و تشکیلاتی درست بکنیم برای اینکه تکلیفمون رو با این رژیم یکسره بکنیم و مردم تکلیفشون یکسره کنن، یا مردم در داخل ببینن که هستن کسانی که دوز کشور و مردم هستن و اونها دارن در راه اونها، در راه مردم، در راه آزادی و استقلال کار میکنن. متاسفانه میشه بودن عده‌ای که مسائلی رو مطرح میکنن غیر واقعی، و متاسفانه کسانی هم که مورد قرار میگیرن اونقدر امکانات در اختیارشون نیست یا اخبار بهشون نمیرسه که تا متوجه بشن. همونطوری که میدونید من خوبه هاست به خاطر افشاگری که در مورد موحدین و فرقه رجوی که فکر میکنم با شما هم شروع کردم این مسئله رو، گرفتار اینها بودم و هنوز هستم، و من تنها جرمم این هست که حقیقت فرقه مجاهدین رو برای مردم گفتم، بازگو کردم، یا از دوستانی که در فرقه بود، در این سازمان تروریستی بودن و از اینها خارج شدن آمدن در تلویزیون و
اتفاقاتی که براشون افتاده بود یا کارهای این سازمان در عراق انجام میداد به عنوان یک اپوزیسیون یا به عنوان یک سازمان نظامی و سیاسی برای تغییر رژیم، واقعیت اینها رو ما بازگو کردیم. و از اون تاریخ من گرفتار یک ادعایی هستم که یا خواسته یا خواسته با این گروه همکار کنم. در مورد اون اتفاقی که با این فرق افتاد، شما بیشتر بندگان و دوستانی که دنبال میکنن این مسئله رو دیدن و متوجه شدن که سازمان مجاهدین برای من فیلم هایی درست کردن، اطلاعاتی دادن، اعلامی هایی پخش کردن در همه جا، در گوگل، در یوتیوب و هر کجا سرچ بکنید اسم منو اینها رو میبینید و اینها هیچ کدوم واقعی نداره. من با اینها به دادگاه رفتیم و در دادگاه محکوم شدن، ولی خب امکانات بسیار بیشتری دارن، رأی دادگاه رو اونطور که خودشون میخواستن گفت. بازم برای اینکه یادآوری بشه، من چون الان تمام همین صحبتی که شما فرمودید، آقای احمد شمس، سید احمد شمس که رفتن با آقای فرهودی مصاحبه انجام دادن، هم دقیقاً آقای شمس، چون من ایشونو دیدم در ترکیه و یک جلسه گذاشته بودن برای پناهنده ها و من رفتم اونجا سخنرانی کردم، میدونستن کی هستم، تمام اینها رو دنبال کرده بودن و واقعیتش هم میدونستن. همینطور آقای فرهود، متاسفانه من نمیدونم آقای فرهودی دنبال جار و جنجال و دروغ پردازی هست به عنوان یک خبرنگار یا روزنامه نگار، و تمام نامه ها و رأی دادگاه رو من برای ایشون ارسال کردم، زمانی که ایشون یک هوادار مجاهدین یا کسی که با اینها کار میکرد به اسم فرامرز دادرس. اسم اینها رو میگم همونطور که شما گفتونن بیان، چون من از اینها هستم، بیان و دوتایی با هم صحبت، اونها باشن من باشم، تا من پاسخ بدم به سوالات. ولی متاسفانه هیچ کدوم در هیچ کجای حاضر نیستن مقابل من قرار بگیرن و میدونن که چون جز دروغ نمیگن، و به همین دلیلم آقای فرهودی متاسفانه همین کار رو چندی پیش زمانی در تلویزیون امریکا بود انجام دادن، شخص رو به اسم فرامرز دادرس برد و راجع به صحبت کردن و از آمادگی داشتن با ایشون تنظیم کردن، یعنی با سازمان مجاهدین تنظیم کرده بودن و این کتاب رو نشون دادن، راجع به صحبت کردن. به ایشون تماس گرفتم و مدارک رو فرستادم که آقای فرهودی مجاهدین دادگاه رو با فرهودین که نه کسی نویسنده این کتاب بوده و دادگاه اینها بازنده شدن، آقای گونه جریمه شده، باید در سه تا روزنامه بنویسه اینو، به 3000 یورو دادگاه براش مشخص کرده که با این هزینه باید در سه روزنامه فرانسوی بنویسی. کتاب رو دستور دادن جمع شد از فرانسه به خاطر دروغگویی، ولی مجاهدین از همون لحظه که از دادگاه اومدن بیرون اعلام کردن که ما برنده شدیم و دادگاهش محکوم کرد. آقای فرهودی براشون مدارک و فرستادن، گفتن بدید به من تو تلویزیون اعلام میکنم، با شما مصاحبه نمیکنم. مدارک هم بهشون دادن ولی متاسفانه این کار رو نکردن. چند سال ازشون خبر بود تا آمدن لندن. خب مدتی با آقای هم دوست و رفیق بودن، مدتی با خانم شیرین نجفی ترکیه به دیدار ایشون میرفتن، من هست اسنادی در این مورد، و الان آمدن شخص دیگری آوردن، دوست اونها بوده، یعنی دوست شیرین بوده، دوست زم بوده، و آوردن کسی رو به عنوانی که بیاد معرفی کنه خانم شیرین نجفی رو به عنوان یک زن کارکشته اطلاعاتی و همه دروغ. برداشتنشون یه مقاله در 4-5 صفحه نوشتن به اسم مجتبی سجادی. مجتبی سجادی وجود نداره، این خود آقای احمد شمسی که این مقاله رو نوشته، برای اینکه تمام گفته‌هاش که در تلویزیون میگه گفته‌های همون هست، جایشون وجود نداره. و به چه دلیل این کارو کرده؟ چون بار حقوقی براشون داره و وحشت اینو داشته شکایت بشه از ایشون، پس نام شخص دیگری رو میذاره. با آقای فرهودی تماس گرفتم مجددا که آقای فرهودی، این که اولا این سوالی که شما ازشون کردید من
همچین سوالی اصلا از شما نکردم که ازشون بپرسی. اصلا این چه سوالی بوده شما پرسیدی؟ و آقای شمس میگه که من قرار نبود که راجع به ایشون صحبت کنم، ولی حالا که ایشون پرسش کردم و شما گفتین میگم. در صورتی که باز هم دروغ میگه، در همون نوشته اونجا هم اسم نوشته و یک سری تهمت‌های به من زده در اون نوشته مقاله، و اون مقاله گفتم نوشته خود ایشون است و اینها با هم صحبت کردم با آقای، نه تنها من، شاید حدود 10 نفر از افراد شناخته شده با آقای فرهودی تماس گرفتم که آقا این کار شما صحیح نیست، اجازه بدید چالان بیاد راجع به اینها صحبت کنه. گفته نه قبول نمی کنم. و خب قبول نمی کنید دیگه. حالا من راجع به این صحبت ها یک مقداری و حرفایی که ایشون زده اینجا صحبت میکنم. اول راجع به مسئله همین کتاب ایو بونه، چون همه اینها چه ایشون چه آقای مصداقی چه آقای دادرس چه آقای فرهودی و بقیه که همیشه آمدن فوری میگن ایو بونه یک کتابی نوشته. اگر ممکنه اون کتاب شما نون بدید به بندگان که ببینن. بله من این عکسایی که فرستادید دارم نگاه میکنم و نشون میدم به ترتیب. بله بفرمایید. بله. و بعد یک بعد از اون یک فیلم در دفتر وکیل من گرفته شده، وکیل فرانسوی، که ایشون نشون میده آقای ایو بونه کی است. آقای ایو بونه الان تو شما نشون میدید، منم توضیح بدم. آقای ایو بونه اینجا شهردار بوده، ارزم به خدمت نماینده مجلس بوده و رئیس ضد اطلاعات زمان میتران. خاطر یک سری فسادهایی که داشته ایشون رو اخراج میکنن. مجاهدین هم که از جنس خود این آقا هستن و دنبال فساد و مدوری هستن، ایشون رو به خدمت میگیرن. زمانی که این کتاب میخوان معرفی بکنن به آقای ایوونه، آقای ابریشمچی میرن منزل ایشون و خود این آقا در فیلم میگه اینو که من به خونه مریم رجوی رفتم، من با مسعود و مریم دوست هستم، و بلند میشه میره در عراق در کمپ اشرف و این کتاب از اونها میگیره و میاره به زبان فرانسه کتاب منتشر میکنه. آقای شادرلو ببخشید، من چون در این مورد با شما قبلا مصاحبه کردم و بعد از اینکه شما گفتید و ماجرای دادگاه بود رفتم خوندم، حتی تو به اصطلاح روزنامه ها و اینها میشه این مقاله رو پیدا کرد که اینو مجبور کردن کتابا رو حتی جمع کنن از کتاب فروشی ها، و یعنی این قسمت من تایید میکنم حرف شما درسته. ولی در اینکه چرا سازمان مجاهدین میاد یک کسی رو که در کارهای دولتی فرانسه بوده و حالا به هر دلیلی یا بازنشست شده یا اشکالی تو کارش بوده استعفا داده یا بیرونش کردن، توی آمریکا هم این رسمه که وقتی یه نفر توی دولت بوده بعد سازمان ها و ادارات میان اینو میارن، همون کلمه لابی به عنوان لابی، چون این اطلاعات داره و میدونن ازش چگونه استفاده یا سوء استفاده کنن تا پیشبرد هدف هاشون به اصطلاح میسر بشه. دلیل استفاده از ایو بونه این بوده و یه سری مقاله و اینها رو بهش دادن، این آمده یه کتابی نوشته. اتفاقا بعضی از دوستان میگن آه چگونه امکان داره در اروپا در فرانسه یه نفر بیاد اینقدر تهمت بزنه اینقدر دروغ بگه، ولی شما توضیح دادید، امیدوارم دوستان توجه کرده باشن. شما گفتید چون سازمان پول زیادی داره و اونها خرج میکنن، خود رجبی هم بارها گفته به گروه که شما برای هر نفرتون هر یه نفرتون ما 8 تا وکیل داریم، بعضی وقتا این عدالت فرانسه و دادگاه آمریکا و اینها بیشتر ترازو میره به طرف اونی که پول بیشتر داره تا اونی که بیشتر حق داره. این توضیح رو من خواستم بگم که ویدیوی چند سال پیش شما موجود هست و اگر خواستید لینکش رو بعدا توی این برنامه ها هم میذاریم. ببخشید حرفتون رو قطع کردم، بفرمایید. بله خواهش میکنم. ممنون از شما. البته صدای شما برای من قوس میشه، امیدوارم که در تلویزیون اینطور نخواهد. شما جایی که هست بله همینطوری که شما گفتید، اینها مجاهدین، خب آدم سالم و آدم هایی که واقعا سیاسی هستن و برای خودشون
شخصیتی قائل هستن هیچ زمانی نمیان با یک گروه شناخته شده تروریست همکاری بکنن. کسانی رو که میبینید اینها میارن در سخنرانی هاشون، حالا چه در پاریس، حالا ماه آینده این برنامه هست، یا جاهایی که مجاهدین هستن دعوت میکنن، همه کسانی هستن که یک سابقه بدی دارن، سابقه خوبی ندارن، یا کسانی هستن که مثلا در جنگ های امریکا شرکت کردن، در جنگ ویتنام بودن، یا آدم های فاشیست راسیستی هستن که اینها رو ازشون استفاده میکنن. آقای ایفون هم از همون نوع انسان ها بودن و خب مثل خود آقای مسعود رجوی، مثل مریم رجوی، مثل بقیه کسانی که براشون نه کشورشون نه مردمشون مهم بودن، کسی که بلندش بره نزدیک 20 سال مزدوری بکنه برای صدام حسین و مردم کشورشو بکشه، بمباران بکنن، دم مرزها سربازان رو بکشن، خب اینا انسان نیستن و باید بگردن امثال خودش پیدا کنن. متاسفانه خب این اتفاق افتاد و این آقا آمدن در دادگاه، آقای ایو بونه محکوم شدن، ولی از اون تاریخ مرتب اینا اعلام کردن که من شکست دادگاه رو باختم. در همون زمان ترجمه این حکم دادگاه از سایت آقای بنی‌صدر هست، چون ایشون حکم رو ترجمه کردن و در روزنامه شون و سایت گذاشتن. من اینو به فارسی میخونم برای هموطنانی که ببینید چطور اینها رأی رو بعد حدود 20 سال هست روی این تبلیغ میکنن. برغم مشاهده حاصل ترور اخلاقی، برغم حکم محکومیت دادگاه، ترور ادامه دارد. ایو بونه یک فرانسوی که در کشور خود نیز اعتباری تحصیل نکرده، کتابی را با عنوان واباک در خدمت آیت الله ها انتشار داده است. نویسنده این کتاب او نیست، گروه رجوی است. از کسانی که هدف نوشتن کتاب از جمله بدنام کردن آنها بوده است، آقایان دکتر نراقی و جهانگیر شادانلو به دادگاه شرکت کردند. دادگاه تشکیل شد و پس از شنیدن شکایات شاکیان و شاهدان ایو بونه، یعنی گروه رجوی، حکم محکومیت ایو بونه را در 11 فوریه 2010 صادر کرده است. هرگاه قرار بر این بود که این گروه یک عمر اخلاقی دست بگیرند و محکوم شدن در دادگاه فرصتی بود برای رفع کردن این روش و آزاد کردن خود از خشونتی تا این اندازه کور و ضد اخلاقی، اما زورپرست تا و درس عبرت گرفتن کجا؟ فکر و روش زورپرستان یکیست. زورپرست شکست مسلم را هم پیروزی میخواند و این کار را با دروغ و جعل قول و بارانه کردن واقعیت انجام میدهد. در حکم در مورد دکتر نراقی آمده است دادگاه آقای ایو بونه را به خاطر بدنام کردن آقای نراقی با انتشار کتابی درباره دوایر سری ایران محکوم می کند. افزون بر این دستور می دهد اطلاعیه زیر به هزینه ایو بونه تا مبلغ 3000 یورو و در 3 نشریه به انتخاب دکتر نراقی انتشار یابد. بنابر حکم 11 فوریه 2010 دادگاه عمومی پاریس شعبه 17 جنحه مطبوعات کریستوف بارژ، مسئول شرکت انتشاراتی و ایو بونه مؤلف کتاب، به خاطر بدنام کردن احسان نراقی را از راه اعتراع در مگان در برخی از قسمت‌های کتاب منتشره در اوایل سال 2009 محکوم می‌کند. در حکم دادگاه درباره جهانگیر شادانلو آمده است حتی اگر این رفتارها که مربوط به جهانگیر شادانلو می شود نادرست باشد، خصوص در مورد انجمن مربوطه و یا حتی کتاب برخی رفتار کتاب برخی رفتار محکومیت باباک را افشا کند، حرفهایی که در مورد شاکی جهانگیر شادانلو زده شده به خودی خود افترا نیستند. جهانگیر شادانلو می تواند به عنوان شاکی در دادگاه حاضر شود، اما وی به دلیل حکم رفع تعقیب قضایی سر
توسط از هر گونه تقاضای مجاز از محضر دادگاه معاف است. به استناد همین موارد دادگاه کریستوف بارش، ایو گونه و شرکت تیمه را در برابر جهانگیر شادانلو به عنوان شاکی مسئول می داند. ایو گونه بدین خاطر که محکوم شده است و شادانلو بدین است که دادگاه واواک را یک دستگاه اطلاعاتی معمولی تصده است و نه یک سازمان در خدمت جنایت، ترور، قتل و دستگیری و شکنجه و فساد و خیانت به کشور و منتصب کردن او به باباک، حق حیثیت ندانسته است، تقاضای تجدید دادرسی دارد. با وجود چنین حکمی شفاف در سایت گروه رجوی آمده است، رأی دادگاه شعبه 17 پاریس در رابطه با شکایت احسان نراقی بندسازی و شکایت وزارت بدنام اطلاعات آخوندها در فرانسه علیه ایو گونه و مقاومت ایران به خاطر افشای مزدوران و شبکه اطلاعاتی آخوندی در دادگاه پاریس شکست خورد. شعبه 17 دادگاه پاریس شکایت مزدوران جهانگیر شانلو، منوچهر شلالی و ایران نراوی باره که در ایوان باباک در خدمت آیت الله به قطع به مزدوری برای اطلاعات آخوندها متهم شده هم را رد کرد و مزدوری آنها برای برنام آخوندها مسجل گردید. شکایت مزدوران از سوی شماری از همدستان رژیم اطلاعات فرانسه در فرانسه و یک سرویس اطلاعاتی در پشت پرده ننگین این قرار داد که مورد حمایت قرار گرفت. مبارزه با زورپرستان یک مبارزه است، چرا که زورپرستان یک ماهیت بیشتر ندارند و آن رو ایرانیان استقلال آزادی و خیش را باز می‌یابند که دیگر زورپرستان صحنه‌گردان صحنه سیاسی ایران نباشند. از این رو دفاع از حقوق انسان تنها در اعتراض تجاوزهای رژیم به حقوق انسان‌ها خلاصه نمی‌شود. این دفاع می‌باید عام باشد و از هر کسی که در حقوقش در مورد تجاوز قرار می‌گیرد و قربانی ترور علاقه می‌شود میباید دفاع کرد. این حکم دادگاه بود که محکوم شدن ایشون و متاسفانه مجاهدین آمدن اعلام کرد که بنده محکوم شدم. حالا هم آقای فرهود هم بقیه این نفر، آقای مستر، آقای شمس و آقا میدونن این حکم دقیقا دارن، ولی با این حال هر کجا صحبت میکنم آقای ایو گونه کتاب نوشته و ایشون محکوم شده. آقای شادانلو ببخشید، من دوستان آقای شادانلو دوستان می‌نویسن که صدای شما قطع وصل میشه. من نمیدونم اینترنتی که دارید یا سلفون یا هرچیه ضعیفه برای این کار. میخواین ویدیوتون رو قطع کنم؟ چون عکسایی دارید اینجا، من عکسا رو نشون میدم. عکس اون آقای شمس هست، عکس اون خانم نجفی هست، عکسای دیگه ای هست، اون کتابو نشون دادم. بذارید بدون تصویر بریم وایسن. شما اگه ویدیو رو از اونجا قطع کنید لطفا، من عکس فیسبوکتون رو نشون میدم. بله خیلی ممنون دوستان، عذر میخوام. بله ماجرای اینترنت و اینها بعضی وقتا این مسائل رو داره. بله لطف کنید بفرمایید، با شما هستیم آقای شادان. بله مطالبی رو که ایشون گفتن، من چند تا مطلب رو اینجا میگم برای روشن شدن اسان عمومی. ببینید اینها چهار نفر بودن، آقای شمس، احمد شمس بوده، آقای روح الله زم، پیمان عارف و شیرین نجفی و شخص دیگری به اسم مرتضی سلیمی. آقای زم رو که دیدیم بردنش عراق و دستگیرش کردن، از عراق دزدیدن و بردن ایران. خانم شیرین نجفی رو دزدیدن بردن ایران. آقای پیمان عارف رو به وسیله همین شخص، از به کمک این شخص و تایید این شخص اخراجش کردن از ترکیه. و آقای سلیمی رم، مرتضی سلیمی رم، از ترکیه سال گذشته، دو سال گذشته دزدیدن و بردن ایران و ایشون داره هنوز اونجا به قول خودش فعالیت میکنه. چطور امکان داره پنج نفر، چهار نفرشون رو، سه نفرشون رو بدزدن، ربایش کنن، به ایران ببرن
و در زندان باشن الان، یکیشون فرار کنه بیاد حالا لبنان و بعد بیاد اروپا، و این آقا هنوز همونجا باشه، دفتری در خدمت ایشون گذاشته باشن با 6-7 اتاق، برای که رفتم من توی دفترشون، و بدون اینکه زبان بدونن، بدون اینکه پولی داشته باشن، اونجا دارن زندگی میکنن. و الان بیان راجع به دوستان خودشون بشینن و یک داستان سرایی کنن، یعنی اول بشینن 5-6 صفحه بنویسن، اسم شخصی رو روی اون بذارن، بعد با آقای فرهودی که رفته و ایشون رو در ترکیه دیده، خانم شیرین نجفی رو دیده، صحبت بکنن و بیان الان این فیلم رو درست بکنن و بعدم اجازه ندن که من از خودم دفاع بکنم. این یک. این آقای احمد شمس دوست نزدیک و خانوادگی خانم شیرین بوده. چرا اگر این خانم چنین آدمی بوده که ایشون میشناخته و با آقای حقانیان تلفنی تصویری صحبت میکردن، چرا الان که ایشون مطمئن شده هم آقای زم و هم خانم شیرین در زندان هستن، همون آقای مرتضی سلیمی، ایشون الان آمده این صحبت‌های دروغ، تمام این مسائلی که راجع به ایشون گفته کارهایی است که خود آقای شمس در ترکیه انجام داده، یعنی کسانی که با ایشون کار میکردن و بیرون آمدن و یا از ترکیه بیرون آمدن یا از پیش که ایشون بودن آمدن بیرون، همه اینها متفق القول هستن که این کارها کارهای خود این آقاست که در ترکیه انجام میده. ایشون این همه شیرین رو گنده کرده و گفته یک مأمور استثنایی، ولی چیزی نیومده در مورد این بگه یک کار خارق العاده‌ای کرده باشه. فقط یه دونه میگه که من تصویری دیدم با حقانیان صحبت میکنه. آخه حقانیان که حتی وزرای اطلاعات که به دیدنش میرفتن باید از گیت‌های مخصوص رد بشن و برن، و هر کسی که ایشون رو میخواد ببینه، دست راست آقای خامنه‌ای است، میخواد ببینه از ماها قبل وقت باید بگیره و با اسکورت و تشکیلات ببرنش تا این آقا رو ببینه. آخه شیرین نجفی کی بوده که این بخواد تصویری با این صحبت بکنه؟ ایشون چون تو حرفاش چیز جالبی نداشته و همه دروغ بوده، این یه دروغ بزرگم درست کرده که جلب توجه بکنه. حالا آقای توکلی که اون یک سایتی دارن و گاهی هم مصاحبه انجام میدن، کیانوش توکلی، ایشون هم برداشته فیلم فرهودی رو گذاشته اونجا و تفسیر کرده. به ایشون گفتم آقا این چه کاری شما میکنید؟ شما اطلاع دارید که این نوشته یا این حرفا درسته؟ گفت نه، من از سایت آقای فرهودی برداشتم. گفتم آقا اینا همه دروغه، همه اینها دروغه، شما آقای شمس رو دعوت کنید بیاد اینجا، منم بیام. سه بار از آقای شمس دعوت کردن که آقای شمس بیایید، آقای شادامی هم بیاد راجع به اینا صحبت کنیم، قبول نکرده. آقای شادامی عذر میخوام از شما، من اصلا خبر نداشتم که این خانمم شیرین نجفی رو هم گرفتن بردن، چون بعد از اینکه زمو برده بودن این چند بار تو مسابقات مختلف شرکت کرد و نشون میداد که خیلی آشفته شد و اینها چجوری فریب میخورن میرن. میدونم که بیشتر ماجرای پوله، مثلا خدا آقای زم رو به فریب پول و بیا بریم پهلو آقای سیستانی و اینها. و حالا برمیگردیم به این آقای شمس، ایشون دشمنیش با شما چیه؟ آقای شمس حالا یه کوتاه راجع به خانم شیرینم بگم که ایشون رو در ترکیه اون چیز اخباری که به ما رسیده، ایشون رو میان دستگیرش میکنن، یک بار به خونش حمله میکنن، خونش رو عوض میکنه، میره استانبول، ولی بین 2-3 ماه قبل از اینکه آقای زم بیاد ایشون رو دستگیر میکنن و مجبورش میکنن که با اطلاعات کار بکنه، و ایشون بازم هم در تماس بوده ولی نمیگفته. بعد از اینم که آقای زم رو گرفتن و بردن، ایشون در عراق حضور داشته و اون صحبتایی هم که آمدن چند تا مصاحبه هم کردن، مخصوصا اطلاعات ایشون رو آزاد گذاشت، البته همونجا بودن تو همون اتاق و مراقب ایشون بودن که بتونن ببینن کسان دیگر هم میتونن در این رابطه افشا کنن یا دستگیر کنن، و بعد که مطمئن شدن و هر حالا رابطه هایی رو میخواستن پیدا کردن، ایشون هم برش داشتن بردن ایران و الان هر دو در زندان هستن. آقای شمس به دلیل اینکه منو یک بار دعوت کردن به ترکیه برای یک سخنرانی در یک جلسه ای، اونجا من به ایشون گفتم که آقا این هزینه این مراسم رو کی پرداخت میکنه؟ این هتلی که شما گرفتید و همین خانم شیرین نجفی رو بهش گفته بودید
دو تا اتوبوس جمع کن افراد پناهنده رو و بیار استانبول، من هم هزینه‌شون رو میدم، هم پول شامونهارشون رو، هم هتلشون رو، و این کارو کرد. اینها رو از کجا تأمین میکنید شما و کی به شما پرداخت؟ گفت بهتون میگم، من در حضور تمام اونایی که اونجا دعوت شده بودن، باز در حضور اونها صحبت کردم، نگفتن آخر به من نگفتن، و بعد دعوت ها گفتن کی دعوت کرده، حتی چند شخصیت دیگر هم دعوت کردم ولی اونها نرفتن، ولی من فقط اونجا رفتم، چون من ترکیه زیاد میرفتم که کسانی از ایران میاد ببینم یا بستگانمونو. ایشون هم من چندین بار اونجا ملاقات کردم و بالاخره ایشون نتونستن پاسخ بدن که این هزینه ایشون از کجا میاد. ولی وقتی که آقای پیمان عارف از اونجا بیرونش کردن، این اتفاق برای آقای زن و این خانم افتاد، آقای سلیمی رو دستگیر کردن، آقای سلیمی گفتن که از طریق ایشون این اتفاق افتاده. و شادان وقت شما میگیم پیمان عارف از اونجا بیرون کردن، معمولا یک کشوری وقتی یه نفر بیرون میکنه میفرستش به کشور مطبوع خودمون طرف، به ایران فرستادنش یا من شنیدم رفت یونان بسید. ببین آقای تنها کسی رو که به ایران نفرستادن آقای پیمان عارف بود که ایشونو باهاشون صحبت کردن، گفتن دو تا کشور میتونه انتخاب بکنه، یا لبنان یا فکر کنم آذربایجان یا همچین جایی، که ایشون لبنان رو انتخاب کرد رفت اونجا. ولی آقای سلیمی رو از توی خیابون دستگیرش کردن، مزد میخوام توی خونش ریختن، توی خونش پلیس دستگیرش کرد. کسی که در همون کنفرانسی که ما شرکت داشتیم مسئول کنفرانس بود این آقا و با این آقا کار میکردن، ایشون از توی خونش میگیرن تحویل سفارت میدن، از اونجا با ماشین میبرنش ایران. خانم شیرین هم همونجا دستگیر میکنن، آقای زم هم در کشور عراق. آقای زم خود این آقای شمس اولین بار بعد از اینکه آقای زم از ترکیه صحبتشو میکردن بعد آمد پاریس، دوباره قرار بود برن اونجا و یک کاری انجام بدن. خود آقای شمس برایشون ویزا میگیره و میفرسته، چون پاسپورت پناهندگی احتیاج به ویزا برای ترکیه داره ولی پاسپورت های ایرانی خیر، و چون آقای زم پاسپورت پناهندگی داشتن، آقای شمس براشون ویزا میگیره. اینها گفتم همه با هم دوست بودن، ولی از زمانی که متوجه شدن آقای شمس مخارجش از جای دیگری میاد، حالا من نمیتونم بگم دقیقا از کجا، ولی یک عده‌ای هستن، یک گروهی، یک سازمانی در ترکیه هست که پول ایشون رو پرداخت میکنه، هزینه هایشون رو. دلیلش هم همین، این چهار نفر رو یکیشون رو اخراج کردن، سه تاشون رو تحویل ایران دادن، ولی ایشون اونجا میگرده. ایشون در اونجا حسینیه باز کرده، یک آخوند از قوم آورده ولی کارش نگرفت، حسینیه رو بستن، 1700 لیر اجاره کردن. خونه ای که خودشون گرفتن خانم شیرین براشون گرفت، تمام اینها ایشون دستش با اینها یکی بود. حالا چرا بعد از اینکه همه اینا پخش شدن و سه تاشون هم در زندانن، میاد این صحبت ها رو میکنه و تنها مثالی که میزنه من هستم، چون میگه شیرین و در چندین اپوزیسیون رخنه کرده و با یک سری افراد سیاسی، ولی حتی اسم یک نفر رو نمیاره جز من، چون منو کاملا میشناخت، میدونست که من اونجام که میرم با خانم شیرین ملاقات دارم، و چون اینو من دنبال کردم و چون بهش گفتم آقا من اگر مشخص نشه بالاخره دنبال میکنم ببینم شما مزایات حقوق اینا از کجا میاد و چطوری زندگی میچرخونی، ایشون آمد یک ضربه هم بزنه. و به همین دلیل هرچی اصرار کردیم آقا آقای فرهودی رو ازش بخواین بیاین اونجا صحبت بکنه، قبول نکردن، و همچنین در تلویزیون شما بهشون گفتم بیان و هر کجایی که خواستن. نه تنها ایشون، من با سازمان مجاهدین صحبت کردم، گفتم منو ببرین تلویزیونتون، غیر از اینم اصلا به عنوان یک مأمور رژیم ببرین اونجا با من صحبت کنین، منم صحبت میکنم، مردم بشینن قضاوت کنن. به آقای مصداقی پیام دادم، به آقای دادرس خودتون شاهد هستین، هیچ کدوم اینا حاضر نیستن بیان رو به رو بشن، برای اینکه میدونم اینها همه با هم یک گروهی هستن به نظر من که در خط جمهوری اسلامی دارن کار میکنن و باید این کارو بکنن. عذر میخوام از شما، شما گفتید که این آقا حسینیه درست کرده و آخوند استخدام کرده، اون آقای شمس گویا باباش آخونده، درسته؟ هم باباشون آخوند بوده، هم خودشون مدتی آخوند بودن، در قوم بودن، بعد
آقای... برادرشون هم در مشهد اطلاعات مشهد رو اندازی کردن. بله. مؤسسین اونجا. بله بله. آقای زمم که باباش آخوند بود و خودش هم تو کارهای دولتی کار ویدیویی انجام میداد و شغلی داشت و اینها، حالا این خانم نجفی که رفته ایران آیا مثل زم از اینم به اصطلاح بازجویی ویدیویی نشون میدن یا ماجرا چیه؟ محاکمه چیز شده؟ نه خیر، به من اونطوری که اطلاع دادن گفتن ایشون هم بازجویی کردن، ممکن هست از حرفای ایشون هم یک ویدیوی یکی دوتا ویدیو درست بکنن، ولی چون الان میشه دو ربایش، الان این آقای سلیمی رو کسی نمیدونه، من اعلام کردم، ولی آقای زم و خانم شیری میشن دو ربایش از دو کشور و این قشنگ نیست برای جمهوری اسلامی. حتی شما دیدید وقتی که در مورد زم هم صحبت کردن گفتن هدایتش کردیم داخل کشور، در صورتی که دروغ میگن اینها، نه سرویس های اطلاعاتی بودن اونطور که گفتن سرویس های اطلاعاتی رو دور زدن و گول زدن و اینو هدایت کردن، دروغ میگن. اینو در میره از اینجا مستقیم از فرانسه میره به اردن، از اردن وارد بغداد میشه، اونجا دستگیرش میکنن در فرودگاه و خانم شیرین هم از توی ترکیه میبرنش در عراق که با زم روبرو کنن، همونجا ایشون هم میگیرن میبرن و الان هیچ چی راجع به خانم شیرین صحبت اصلا نمیکنن. ولی چون آقای شمس مطمئن شد که دیگه هیچ صحبتی از اینا نیست و امکان این هست که از بین برن، آمد 5 صفحه دروغ گفت، چون دید هیچ کسی نیست که پاسخگو باشه. بله. و منی هم که اطلاع داشتم متاسفانه اینها قبول نکرد آقای فرودی که روبرو بکنیم. آقای شادان من از شما ممنونم، قرار ما این بود چند دقیقه امروز صحبت کنیم، الان حدود 40 دقیقه و من میدونم هر وقت با شما صحبت میکنیم چون مسائل زیادی باز میشه این بحث طولانی به اصطلاح وقت بیشتری احتیاج داریم، سعی میکنم در برنامه‌های آینده این کار رو انجام بدم. ولی دو تا نوشته الان اینجا رسیده که من از هر دوی این دوستان، هم آقای غلامحسین دانشپور تشکر میکنم، هم خانم دکتر بهیه جیلانی، اولی رو نمیخواستم بخونم چون وقتی آقای دانشپور اینو نوشته بود: با سلام سربی، من با یک دختر خانم ایرانی که در فرانسه دکترای روانشناسی است گفتم شخصی به نام شادانلو در مردم تیوی درباره حسن عباسی اوستا حرفای میزد، این خانم دکتر گفت شادانلو هم مثل عباسی است. من چون میدونم که خانم جیلانی دکترا دارن و روانشناسی جامعه شناسی اینها، فکر کردم ایشون باید باشه ولی نخوندم اینو، تا اینکه خانم دکتر بهیه جیلانی از پاریس نوشتن شادانلو خودش دوست خیلی نزدیک شمس هست. حالا آخر چی شده؟ یا حالا آخر چی آخر شده؟ حالا اخی شده؟ در این رابطه چی میگید که ایشون میگه شما خودتون دوست نزدیک اون بودید و الان چرا اخی شده؟ خب ببین، همونطور که خدمتتون عرض کردم، آقای شم از طریق یک دوست دیگری که اونم از ایشون جدا شده معرفی کردن آقای شمس رو به من. من باهاشون صحبت کردم و گفتم خیلی خوشحال میشم شما رو ببینم. گفتم من پاریس، من ترکیه زیاد میام، در یک باری هم که رفتم آمدن دنبال من، منو بردن در دفترشون، به خیلی همه چی خوب بود تا زمانی که من به ایشون شک کردم. گفتم آقا پیمان عارف از اینجا آمده بیرون، شما اونجا هستی، دفتر تو اینا اونجایی که من پرسیدم، شما در دولت خاتمی مدیر کل بودی در وزارت کشور، بعد آمدی بیرون بدون اینکه زبان بدونی، پولی با خودت بیادی، به چه صورتی داری این زندگی تو و اون دفتر تو، اون آدمهایی که اونجا اصلا میچرخونی؟ ایشون و از چند جا من پرسیدم، ایشون به من تماس گرفتن آقای شارلو به چه حقی شما داری تحقیق میکنی در مورد من؟ گفتم آقا شما با من در تماس هستی، منو دعوت کردی برای یه سخنرانی و قرار بوده کارهای دیگه انجام بدیم، حتی با آقای خزعلی رو معرفی کردن حدود 10 سال پیش و قرار بود، حتی به من گفتن با آقای خزعلی و ما یه کارهای تجاری انجام بدیم. گفتم من باید شما رو بشناسم تا مطمئن بشم که قدم بیهودی بر نمیدارم. و وقتی که من تحقیق کردم، مطالعه کردم، دیدم نخیر، ایشون اون چیزی که میگه نیست. تمام این چیزهایی که راجع به خانم شیرین نجفی بودن کارهایی بودی که خود ایشون میکرده در ترکیه. بله. و بله. گفتم 3 نفر از دوستان ایشون دستگیر شده و در ایران زندان هستن، چطور ایشون در ترکیه میچرخه و هیچ کسی هم با ایشون کاری نداره؟ تازه حمله به آقای خامنه ای میکنه
چند ماه پیشم پدرشون فوت کرد، ختم گرفتن رفتن نجف، در نجفی که همون دستبند دادن آقای زمو بردن، ایشون اونجا دو روز موندن، ختم گرفتن، عکس گرفتن، از ایران یک سری آمده بودن، از سپاه قدس آمده بودن و ایشون اونجا برنامه‌ش هم برگزار کرد، دوباره راحت برگشت آمد ترکیه و داره به کارش ادامه میده. یعنی شما میگید یه نفر با این همه توانایی و اینها مشکوکه و یه جورایی وابسته باید باشه که اینجوری آزاد میذارن به اصطلاح هر کاری دلش میخواد بکنه تا یه عده دیگه شناسایی بشن. اجازه بدیم باز برگردیم به فرانسه. خانم جیلانی نوشتن من اصلا نیست، من نمیفهمم یعنی چی، احتمالا درباره آقای دانشپور میخوان بگن که من نیستم، اون خانم دکتر روانشناس. اگه کاملتر بنویسید ممنون میشه. ضمناً نوشتن خب پشت سر شادانلو هم خیلی حرفه، عکس های شادانلو در سفارت ایران در پاریس هست. البته من میدونم عکس های از شما هست که دارین روی دوربینای سفارت رنگ میریزید، حتی دارید میشکنید اونا رو. این ماجرای عکس های شما در سفارت ایران در پاریس و این چیه؟ یه مقداری کوتاه، چون الان 44 دقیقه چیز شده، بعد برم زودتر برنامه بعدی با آقای ارشاد بشه از ایران. بفرمایید. من واقعا متاسفم از خانم جیلانی، دکتر جیلانی که دارن این صحبت ها رو میکنن. ایشون منو کاملا خوب میشناسه، بسیار به ایشون هم من کمک و خدمت کردم در پاریس، ولی متاسفم که یک عده ای بعد از اینکه حالا کاراشون تموم میشه اینطور برخورد میکنن. بله من عکسم در سفارت نیست، جلوی سفارت هست. همم که تو پاریس بودن دیدن تظاهراتی بود، من رفتم با چکش تمام دوربینهای جلوی سفارت رو خورد کردم، به دلیل که از مردم فیلم برداری میکردم، سال 88 بود، فیلم برداری میکردم، من اینها رو همه رو شکستم و در سفارتم من نرفتم و توی سفارت بیرون سفارت عکس گرفتم و پخش کردن و تمام اینها مجاهدین و آقای مصداقی و دادرس این برابر پخش کردن. بسیار ممنون آقای شادانلو، من فکر کنم حتما باید در برنامه های دیگه هم باشید شما، ولی خوشحالم که خانم جیلانی وقت کردن که بنویسن. ایشون نوشتن من اصلا دانشپور رو نمیشناسم، احتمالاً یک خانم دیگه هستن اونجا، ولی آقای دانشپور نوشتن من با یک دختر خانم ایرانی که در فرانسه دکترای روانشناس است گفتم شخصی به نام شادانلو و اون هم پاسخ داد که شادانلو هم مثل عباسی است. بعد نوشتن که ایشون به دولت فرانسه کمک کردن، ایشون یک دروغوی شناخته شده هستن، سفارت دارن، دو تا داستان را قاطی میکنن. خب حالا بعد باز بیشتر با هم صحبت میکنیم، حتی اگه خواستید مثلا شما چون هر دو در پاریس هستید میتونیم در یه برنامه هر دوی شما دوستان را داشته باشیم. آقا من سعی میکنم لینکای صحبتهای آقای فرهودی و اون عکسایی را که شما فرستادید در حین برنامه نشون دادم و اگر باز دوستان سوالی داشتن میتونن در فیسبوک مطرح کنن یا با ایمیل و تلفن و اینها با من شما تماس بگیرن. عکس فیسبوک شما رو هم تقریبا از اول برنامه تا الان نشون دادم، خیلی ساده است، جهان شادانلو، مستقیما با شما تماس بگیرن. بازم از شما ممنونم آقای شادانلو، امیدوارم این مشکلات به زودی برطرف بشه، چون شما اون ماجرای اون شخصی هم که در فرانسه فوت شد، اون آقای سلطنت طلب، اونم چند روزی باز آمدند و شما رو اذیت و آزار کردند و نمیدونم حقیقتش با چیه که اینها همه به اصطلاح سر نیزه ها به طرف شماست و جالبه که شما با همه اینها رفت آمد داشتید ولی میگید تا سوال کردم پول از کجا میاد، کجا به کجاست، من اخی شدم. ممنونم آقای شادم. ممنون از شما، خیلی متشکر، عصرتون بخیر و بینندگان عزیز تشکر هستم، ممنون، خدا نگهدار. خیلی ممنون، متشکرم. دوستان عزیز این برنامه کمی مشکل اینترنت اون از فرانسه بود که اتفاقا یادم افتاد که گفته بودن فرانسه سرعتش از 200 آمده به 2، یعنی 1/100 آمده پایین یا 99% رفته پایین، هرچی. بعد این ماجرا واقعا روزگار غریبی است. من یادم سالها پیش یک نامه ایمیل آمد از سفارت ایران که آقای سوربی شما تلویزیون داری در واشنگتن هستید، آقای خاتمی داره میاد اینجا در نشنال کاتدرال در کلیسای بزرگ اینجا میخواد صحبت کنه و اگر شما هم بخواین میتونید بیان. و من نوشتم اگر ما میتونیم در اون جلسه سوال کنیم میام،
که این خانمه نوشت که حتما شما بیاین سوالاتون رو بنویسید. اون وقت ما میگفتم نه 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 نه، این از این قرعه‌کشی های دروغیه، شما میخوای هر چی کاغذ ما میدیم بریزین توی قوطی، بعد هر کدومش رو خودتون میخواین بدین دست اون. و من هدفم این بود که اگر رفتم اونجا، از خاتمی موقعی بود که به یک دانشجوی گفته بود کاری نکنید از اینجا بندازمتون بیرون، بگم آخه مردک تفاوت تو با ساواک با شاه چیه؟ که اونم همینو میگفت، میگفت هر کی نمیخواد بره بیرون، هر کی نمیخواد میندازمش بیرون فلان اینا. که جالب اینه، من چون اینا گفتن اونجوری سوال نکنید تصمیم گرفتم نرم. ولی روزی که قرار بود این بیاد، یکی از دوستان من زنگ زد گفت آقا بی بریم، حالا ما داریم میریم اینجا تو واشنگتن بعض وقتا یه جایی اگه شما دو نفر سه نفر تو ماشین باشین جاده آزادتر، سریعتر میرید، پارکینگ و اینا ممکنه حتی بهتر باشه. بعد من مریض شدم نرفتم، با وجود که میخواستم برم نرفتم، سرماخوردگی اینا گفتم نمیام. یه دوستی ما داریم اینجا مثل داداش اونم هست، فرداش تلویزیون های سلطنت طلب توی لس آنجلس عکس این دوست من رو با آقای ابو قداره که تو رادیو 20 سال ما با هم کار کردیم انداخته بودن، نوشته بودن سربی با چیزای رادیو رفتن دیدار خاتمی. یعنی متاسفم واقعا برای جامعه ایرانی، تازه من برفرض که رفته باشم، اولا حق ما هست، حق ما هست دوستان، ببینید سفارت ایران میگیم، این مال من و شماست. اگه اینا رفتن نشستن توش، اونا اونجا رو غصب کردن، ولی مال من و شماست. ایران مال من و شماست، کشور من و شما. اگه ما میریم ایران و میایم، که من نرفتم، من 2005 رفتم گفتم من دیگه نمیام اینجا. چرا آدم باید بیاد یه کشوری که از اولش که میاد باید وحشت کنه که میتونه بره یا نه؟ گفتم 50 تا ایالت هر سال میرم یه جای دیگه. جای تأسف داره در این مورد، اگه خواستیم با هم صحبت میکنیم، آقای خورسندی میگه جنگ 72 دو ملت همه را عوض بنه، هرچه گفتند که داند که درست یا دروغ. این شعره کمی میلنگه، یکم روش کار کنید درستش کنید. گفت قافیه چون تنگ آید، شاعر که به تنگ آید نمیدونم به چه فهمگاه یادم رفت قافیه که تنگ بشه به جفن، یه چیزی اینجوری هم نداره. دوستان عزیز، ساعت 4 بعد از 10 دقیقه من استراحت کنم، سیستما رو عوض کنم و اینها، ساعت 4 بعد از ظهر یه برنامه فکر کنم اولین برنامه زنده من با آقای حسن ارشاد باشه از ایران، شما هم تماشا کنید، سوالی اگه دارید بپرسید. ایشون شدیداً با دوستان بهایی مخالفت میکنه، میگه اینها دروغ میگن، میگه اینها تو هر کشوری هستن با این خوب بودن و اینها تظاهر میکنن، چون دنبال گرفتن حکومت نه تنها در اون کشور که در تمام جهان هستن. و آقای حسن فیروزی آمد اینجا نشست و گفت بله ما دنبال این هستیم که حکومت رو بگیریم، و نه تنها حکومت در ایران، حکومت در جهان رو. اگر شما هم بودید و هنوز وقت داشتید برنامه رو نگاه کنید. و آقای اکبری میگه آقا شاه الله یا پدر منو در آوردن، اصلا ازشون نترس، چون اینا اگه به ترسی، میدونی که سیاست شاه الله یا اینه که به هر کسی ضعیف‌تره زور میگن. اینا در مقابل افراد قوی، یه شعری هست میگه در مقابل موش شیر میشن، در مقابل شیر موش هستن، سعی کن شیر باشی نترسی. 21 ساله از سال 1998 تا حالا 22 ساله جلوشون وایستدم و همشون یکی یکی دارن میمیرن. حالا یه روزم ممکنه خودم بمیرم. چون ندیدید حقیقت، ره افسانه زدن. خب شما شعره رو نصف کاره میفرستی، فکر میکنی من اینقدر ادبیاتم خوبه که درستش میکنم، همین خودت اون بالا گفتی سربی فارسیش خوب نیست، نکن نساز. خب دوستان عزیز، از اینکه با تلویزیون مردم بودید ممنون و متشکرم، از اینکه تلویزیون مردم رو حمایت نکردید تا حالا ازتون ممنون نیستم، حمایت کنید ممنون بشوم. و ماجرای حمایت خیلی ساده است، اینه پیپل، نه بابا 9-8 چنده 8 اینه paypal.me/mardomtv. از این ساده تر میشه آدرس؟ خب از ساعت 4 برمیگردیم و با شما خواهیم بود. روز روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوب براتون آرزو میکنم.